که در روزهای گذشته در رسانه ها منتشر شد و اهالی هنرهای تجسمی کشور را نگران کرد، حکایت از واگذاری موزه هنرهای معاصر به یک بنیاد غیر دولتی به نام رودکی داشت. این نگرانی تا شورای شهر تهران هم رفت و مختاباد از اعضای این شورا اعلام کرد سپردن موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی کار نادرستی است و از رئیس جمهوری خواست اجازه چنین کاری را ندهد. انجمن هنرمندان نقاش ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این واگذاری هشدار داد. معاون وزیر ارشاد گرچه خبر انتقال موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی در هفته آینده رو رد میکنه، اما در این حال تاکید میکنه که بالاخره باید برای برون رفت از چالش‌های پیش روی این موزه فکری کرد. البته این اطمینان رو هم میده که تغییرات در حد کالبد باشه، نه گنجینه‌ها. وضعیت موزه و نگاهی که به کارهاش هست باید یه مقدار زیادی از این همه قوانین دست و پاگیری که میتونه مشکلات موزه رو کم کنه همونجوری نگه داره باید ازش خارج بشه، اما در چگونگیش اگر کسانی هم نظر دارن میتونه. ما اینا رو به کار کارشناسی هم واگذار کردیم، مطلبی که گفته شده بود که میخواد این اتفاق بیفته و الان داره اینجوری میشه و روزه چنبه میخواد تقال پیدا بکنه به بنیاد رودکی اصولا صحت نداره. با وجود این صحبت ها امروز نامه‌ای در برخی رسانه ها منتشر شد که نشان از تایید واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد غیر دولتی رودکی دارد.